الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، دیشب در ارتباط با آیه اول در ارتباط با روزه، اولین آیه‌ای که خداوند از روزه فرض و فرضیت این عبادت سخن گفته است، نکاتی را بیان کردیم و ادامه آن را موکول کردیم به امشب که برای تکمیل بحث ما این آیات را پیگیری خواهیم کرد امشب. بعد از اینکه خداوند از فرضیت روزه در حق این امت و همچنین امتهای گذشته سخن گفته است و از تقوا و پرهیزگاری به عنوان ثمره و نتیجه و دستاورد این عبادت یاد نموده است، به دنبالش از تقلیل ایام این عبادت سخن میگوید. برای اینکه انسان احساس سنگینی نکند در ارتباط با روزه، میفرماید ایام معدودات. روزه در روزهای انگشت شمار است، روزهای معدود و اندک که جزئی از سال به حساب می آید، یعنی یک ماه از سال فقط ایامش معدود است. چشم به هم بزنی یک ماه گذشت و اشکالی ندارد که انسان یک ماه را از 12 ماه به عبادت و روزه بگذراند، محدودیتی برای خودش قرار بدهد و در یک چارچوب محدودیت قرار بگیرد، هیچ اشکالی ندارد و تمرینی است برای نفس انسان. این است که کسی فکر نکند که روزه عبادت سخت و دشواری است، سنگینی آن به این صورت خداوند برطرف می کند که این ایامش معدود است. با وجود اینکه ایام آن معدود است، باز هم خداوند راه چاره‌ای هم قرار داده است برای انسانهایی که معذورند. فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدت من ایام اخر. هر کس از شما بیمار بود یا در حالت مسافرت بود، چند روز از روزهای دیگر روزه بگیرد. باز هم اینجا تنگنا نیست که الان انسان تنگنای احساس بکند. اگر در فشار قرار گرفت، در مشقتی قرار گرفت، مثل مشقت بیماری یا مسافرت که رخصتی برای انسان ایجاد می کند، فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدت من ایام اخر. این در صورتی که روزه نگیرد. البته اتفاق اهل سنت و جماعت بر این است که اگر کسی در حالت بیماری یا حالت مسافرت روزه بگیرد، روزه اش صحیح است. برخلاف این نظریه، نظریه امامیه است که میگوین اگر کسی روزه بگیرد روزه اش باطل است، چون خدا گفته است هر کس در حالت مسافرت یا بیماری باشد چند روز دیگر باید روزه بگیرد. یعنی این روزها قابل قبول نیست که روزه بگیرد، جایز نیست اصلا روزه گرفتن و روزه باطل است. ولی اهل سنت و جماعت در این رابطه معتقد هستند که اینجا افطار مقدر است. فمن کان منکم مریضا او علی سفر فافطر. اگر افطار بکند، اگر نگیرد، فعدت من ایام اخر. در صورتی که روزه نگیرد چند روز دیگر روزه بگیرد. اما اگر روزه را تحمل کرد، اون فرد بیمار یا اون فرد مسافر روزه گرفت در حالت مسافرت، کما اینکه ما روایات زیادی داریم که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم و یارانش در مسافرت روزه گرفتند، ولی خب پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم برای اینکه حرج ایجاد نشود این رخصت را معمولا ترجیح میداد، رخصت روزه نگرفتن را ترجیح میداد و در جایی که الان احساس میکرد اصحاب دوچارش سختی و مشقت و حرج شده اند، خودش پیش قدم میشد تا این حرج و مشقت بر کسی تحمیل نشود و کسی در فشار و تنگنا قرار نگیرد. خودش پیش قدم میشد، افطار میکرد و اصحاب هم به اقتدا به پیامبر خدا صلی الله علیه وسلم افطار میکردند، در صورتی که در مسافرت احساس فشار و مشقتی به آنها دست میداد. و
ولی خب فقها در این که آیا روزه گرفتن در سفر بهتر است یا افطار کردن و نگرفتن بهتر است، کدوم یکی ارجحیت دارد، اختلاف کردند. بعضی اخذ به رخصت را، گرفتن رخصت را برتر می دانند، مثل امام احمد رحمه الله معتقد است که رخصت اینجا بهتر است و روزه نگرفتن اولویت دارد. اما جمهور فقها، اکثر فقها معتقدند که بستگی دارد به حال انسانی که در مسافرت است. اگر مشقتی احساس می کند بهتر است روزه نگیرد، و اگر مشقت چندانی احساس نمی کند خوب است که روزه بگیرد. ان تصوموا خیر لکم، روزه گرفتن بهتر است در هر حال. و علی الذین یطیقونه فدیه طعام مسکین. دو گروه را خداوند تا اینجا بیان کرده است. گروه اول کسانی که راحت می توانند روزه بگیرند، که اونها باید روزه بگیرند. گروه دوم کسانی که به صورت مقطعی معذورند از روزه گرفتن، بیمار و مسافر که موقتا معذورند، یا زن در حالت عادت. اینها کسانی که موقتا معذور هستند، اینها چند روز دیگر روزه بگیرند. فعدت من ایام اخر، به جای اون قضا بگیرند، روزهای دیگری را انتخاب بکنند از هر زمانی که باشد، از طول سال تا رمضان آینده وقت دارند. گروه سوم و علی الذین یطیقونه فدیه، کسانی که روزه را خیلی با مشقت می توانند بگیرند. حالا اینجا مقصود این است کسانی که نمی توانند روزه را بگیرند، یعنی توان روزه گرفتن ندارند. اینجا را و علی الذین یطیقونه، آنگونه که در برخی از تفاسیر آمده است، کسانی که با مشقت روزه میگیرند، مثل پیر و بیمار لاعلاج، کسانی که از طاقتشون خارج است. بعضی گفتند که مقصود از این آیه این است که کسانی که توانایی روزه گرفتن دارند میتوانند فدیه هم بدهند، و این در صدر اول، در صدر اسلامی طور بوده است. اول کار در بدو فرضیت روزه گفتند در آغاز روزه اختیاری بود و خداوند فرمود و علی الذین یطیقونه فدیه طعام مسکین. اختیاری وجود داشت بین روزه گرفتن و بین فدیه دادن، که انسان یکی از این دو را انتخاب بکند، یا روزه بگیرد، اگر نخواست به جای روزه در مقابل هر روز فدیه بدهد، کفاره بدهد به اصطلاح. حالا این اختیاری وجود داشت قبلا، و بعدا این اختیار و حق انتخاب منسوخ شد، با آیه بعدی منسوخ شد. یک نظریه است که خیلی از مفسرین این نظریه را بیان کردند و از ابن عباس هم نقل شده است که این قضیه منسوخ شده است، یعنی اختیار در ارتباط با انتخاب روزه یا فدیه. ولی بعضی گفتند، آنگونه که باز از خود ابن عباس هم نقل شده است، که منظور از یطیقونه کسانی که با تکلف و مشقت روزه میگیرن، یعنی خیلی روزه برایشون سخت و مشقت بار است، و گفتن مقصود پیر کهنسالی است که توان روزه گرفتن ندارد، و همچنین بیمار لاعلاجی که نمیتواند اصلا روزه بگیرد و نمیتواند هم قضا بکند. کسانی که دیگه از روزه گرفتن گذشتند، از روزه گرفتن گذشتند، حالا پیر کهنسال که خیلی مسن است، انسان نمیتواند در اثر ضعف پیری روزه بگیرد، و بیمار لاعلاج که دیگه امید به بهبودی ندارد که بتواند روزی قضا بکند. این دو گروه کسانی هستند که در این آیه وارد میشن، و علی الذین یطیقونه فدیه. این گروه سوم هستند که نمیتوانند روزه بگیرند و نه هم در آینده میتوانند قضا بکنند اون ایام را. این دو گروه بر اونها فدیه لازم هست که در مقابل هر روز فدیه بدهند، معادل یک مد طعام و مسکین، غذای یک مسکین، غذای یک فقیر، یعنی غذای روزانه یک نفر را بدهند. اینها که گفتند معادل یک مد است، یعنی برابر 750 گرم تقریبا، حدود 700 تا 750 گرم از غذای روزمره اینها بدهند به افراد مستمند و تنگ دست، به یک نفر حداقل طعام و مسکین گفته است، فدیتون طعام مسکین. فمن تطوع خیرا فهو خیر الله، هر کس از پیش خود داوطلبانه بهتر داد، بیشتر داد، این بهتر است برای او، یعنی بیشتر از این مقدار بدهد، بیشتر از یک مد
یک کیلو مثلا بدهد، این بهتر است به جایی مثلا 750 گرم یک کیلو بدهد، به جای یک مسکین به دو مسکین مثلا غذا بدهد، خیلی بهتر است دیگه. اینجا محدود نیست در این اندازه، این حد اقل معیاری است که خداوند تعیین کرده است، غذا دادن به یک مسکین، یعنی غذای روزانه یک مسکین داده شود.